5 برند معروف که در NFT سرمایه گذاری کردن. توکن های غیر مثلی یا NFT رو میبایست در دسته دارایی های قرار بدیم که سریع ترین رشد رو در طی چند سال اخیر تجربه کردن. NFT ها تونستن توجه برند های زیادی رو به خودشون جلب کنن و در ادامه اونها تلاش کردن تا روی ویژگی های منحصر به فرد این دارایی سرمایه گذاری کنن. از ترندترین موضوعات روز یادگیری در رابطه با برندهایی که در NFT سرمایه گذاری می کنند. فهرست برندهای علاقه‌مند به NFT با حضور شرکت‌ها و افراد گوناگون می تونه تا بی نهایت ادامه دار باشه. ولی ما امروز در این ویدیو می خواهیم 5 برند معروف که در NFT سرمایه گذاری کردن رو معرفی و بررسی کنیم. به تازه ترین ویدیوی چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید، چنل رو سابسکرایب کنین و به دیگران معرفیش کنین. نایکی از جمله برندهایی که جدیداً در بین شرکت‌های فعال در زمینه NFC توجهات رو به خودش جلب کرده. این شرکت پوشاک ورزشی حدود 183.69 میلیون دلار درآمد به وسیله NFT کسب کرده و حق امتیاز 90.59 میلیون دلاری رو ثبت کرده. نکته‌ای که باید به اون توجه کنیم اینه که نایکی با احتمال زیادی یکی از نخستین برندهاییه که تونسته حجم تراکنش ثانویه 1.3 میلیارد دلاری رو ثبت کنه. گوناگونی NFT هایی که نایکی پذیرفته بیانگر علاقه گسترده این برند به این دسته از دارایی های دیجیتاله. در دسامبر 2021 یا همون آذر 1400 نایکی پس از خریداری شرکت RTFKT استودیوز سازنده دارایی های دیجیتال به حوزه NFT ورود پیدا کرد و پیشنهادهای بسیار خاصی رو در رابطه با توکن های غیر مثلی ارائه کرد. هویت نایکی به عنوان یکی از برندهای برتر NFT به مقدار زیادی به آواتارهای کلون ایکس و کفش‌های ورزشی کریپتو کیکس وابسته است. کلون ایکس محصول فکری RTFKT استودیوه و توانایی اینو داره که به انتقال نایکی به متاورس کمک کنه. در ضمن کفش‌های کریپتو کیکس به عنوان NFT توانایی اینو دارن که در آینده تغییراتی عظیم رو برای نایکی ایجاد کنن. آدیداس رقیب پرطرفدار نایکی از جمله دیگر شرکت‌هایی که به دنیای NFT ها ورود پیدا کرده. در پاسخ به این سوال که چه شرکت‌هایی در حال سرمایه گذاری در NFT هستن، آدیداس بهترین جواب ممکنه. درآمد کل آدیداس از NFT حدود 10.95 میلیون دلار به همراه 4.75 میلیون دلار حق امتیاز بوده. این برند پوشاک ورزشی سرمایه گذاری خودش در NFT رو با NFT های Into the Metaverse شروع کرد. چشمانداز آدیداس در پشت پذیرش NFT توانایی اینو داره که به این شرکت کمک کنه تا در دراز مدت برای به کار بردن NFT نتایج بهتری رو کسب کنه. آدیداس NFT های تازه Into the Metaverse رو از طریق همکاری پروژه های پرطرفدار NFT همچون بورد ایپ یات کلاب و پانکس کومیک و جیمانی به وجود آورده. این NFT ها با مالکیت پیشنهادهای انحصاری آدیداس همراه هستند، همچون هودی یا لباس ورزشی که یک بورد ایپ اون رو پوشیده. همچنین آدیداس از شرکت های بزرگ فعال در NFT به حساب میاد که ابتکار عمل رو به منظور سهولت بخشیدن به تجربه های دیجیتال کسب کرده. همراهی با یکی از مجموعه های برتر NFT که شناختی خوب نسبت به بازار داره به نفع برند. تیفانی به خاطر مشارکت فعالی که در این حوزه داشته از برترین نام هاست. تیفانی کسب درآمد 12.62 میلیون دلاری از NFT رو ثبت کرده. این تولید کننده یه معروف جواهرات فروش حدود 250 NFT موسوم به NFT رو تسهیل کرده که در اصل مجوزهای دیجیتالند. مالکان توانایی اینو دارن که مجوزهای دیجیتال رو به منظور کسب کردن آویزهای کریپتوپانک سفارشی به همراه اثر هنری NFT مرتبط ایجاد کنن و مالکیت اون رو به دست بیارن.
طراحان در تیفانی برای هر NFT یک آویز سفارشی به وجود میارن و خریداران به منظور خریداری یه NFT ها نیازمند به یک کریپتو پانک هستن. طراحی آویز سفارشی به ویژگی های منحصر به فرد کریپتو پانک خریدار وابسته است. هر قطعه آویز فیزیکی را از طلای 18 عیار همراه با 30 سنگ قیمتی یا الماس می سازن. تیفانی مثالی مناسب از ارتباط IP با NFT هاست. شما توانایی اینو دارید که آویز رو به صورت IP جدید برای کریپتو پانک لحاظ کنید، چون برای دسترسی به آویز NFT نیازمند به مالکیت یک کریپتو پانک هستید. پروژه NFT توانایی گردآوری ارز دیجیتال و توکن های غیرمثلی و برند های لوکس رو در کنار هم نشون میده. گوچی به عنوان برندی لوکس شناخته میشه که با مجموعه ای از NFT ها به جهت دستیابی به اهداف بزرگتر همکاری داره. مشکلات ناشی از رکود در بازار کریپتوکارنسی نتونست مانع تمرکز گوچی روی NFT ها بشه، به صورتی که این برند 11.56 میلیون دلار از NFT درآمد کسب کرده. اعتماد راسخ گوچی به منظور سرمایه گذاری در NFT از دلایل پیوستن باقی برندها به بازار NFT. هدف گوچی اینه که پایه و اساس قدرتمندی در متاورس ایجاد و با پروژه های NFT همکاری داشته باشه و پروژه والت آرت اسپیس رو هم توسعه بده. مشارکت گوچی در NFT ها رو در همکاری با پروژه 10KTF هم میشه دید. گوچی این NFT ها رو تحت عنوان گوچی گریل رو نمایی کرده که میشه اونها رو در شبکه بلاکچین اتریوم به ورود آورد. این NFT سفارشی و منحصر به فرده که مدیر خلاق گوچی اون رو طراحی کرده. مجله تایم. مجله تایم از جمله مجله های محبوب و پرتیراژ در سرتاسر جهان هم در بین برندهای برتر NFT جای گرفته. تایم از عرضه نخستین شماره مجله خودش به عنوان یک توکن غیرمثلی خبر داده. این نخستین باریه که نشریه چاپی یا دیجیتالی شماره کامل رو در شبکه بلاکچین به صورت NFT منتشر میکنه. با تمامی این اوصاف، این اولین تایم در زمینه NFT نیست، چون این نشریه پیشتاز یک مجموعه NFT رو در سپتامبر 2021 معرفی کرد. مجموعه NFT تایم پیسز قطعات اصلی آثار هنری بیشتر از 40 هنرمند رو به نمایش گذاشته. مهمترین نکته اینه که درآمد مجله تایم از NFT حدود 10.81 میلیون دلار ثبت شده. مدیریت مجله تایم بیان کرده که از چشم انداز رشد خودش به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ NFT در اکوسیستم گسترده وب3 حمایت می‌کنه. به همین دلیل این مجله در قالب NFT به عنوان عاملی مهم به منظور تقویت اهداف برند در وب3 عمل می‌کنه. تأثیرگذاری حضور این برندهای معروف بر آینده NFT ها رو چه جوری تحلیل می‌کنید؟ در بازار NFT کدوم برند فعال هستید یا بودید؟ نظرات و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا ویدیوی بعد، حمایت از ما یادتون نره.